سلام من محمد هستم و اینجا کانال مکانیک شو هست طرفته سری ویدیو در مورد تقویت خودروهای ایرانی و خارجی منتشر می کنم اگر تا به حال کانال ما رو سابسکرایب نکردید خوشحال میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید امروز میخوام در مورد شکست هوا صحبت کنم و اینکه شکست هوا چیه چه چی موقع اتفاق میفته و راه حل این مشکل بزرگ چی هست توی تمام موتورهای ایرانی و خارجی یه سری زاویه ها وجود داره از محل ورودی هوا تا خروجی دود که این زاویه ها توی موتورهای خارجی خیلی مهندسی تر طراحی شده برای همین شما شاهد این موضوع هستین که مثلا یه موتور ضعیف 1000 سی سی توی خارج با رعایت یه سری نکات میاد و 200 اسب بخار قدرت تولید میکنه در صورتی که توی ایران وقتی این نکات رعایت نمیشه یه موتور 2000 سی سی فابریک مثلا زانتیا 2000 به زور با ریمپ و کمی لوازم میاد 130 اسب بخار میده اما بریم سراغ موضوع شکست هوا منظور از شکست هوا را اگه بخوایم آمیان توضیح بدیم به صورت عملی شما یه سشوار بر میداری روشنش میکنی و جلوی اون سشوار یا پنکه یه کاغذ رو سراخ سراخ میکنی و جلوش قرار میدی شما شاهد این هستی که زمانی که اون هوای ورودی به اون کاغذ برخورد میکنه اونقدر قدرت داره که با وجود اون سوراخ ها و اون شیار ها بازم کاغذ رو به عقب هل میده و اون هوایی که از اون سوراخ ها رد میشه هر کدوم به یه نقطه فرار میکنه و توی یه نقطه متمرکز نیست اون هوایی که و اون بادی که به با اون کاغذ میخوره و بر میگرده بهش میگن شکست هوا چون زمانی که اون هوا برخورد میکنه به اون دیوار یا به اون کاغذ هر کدوم به یه سمتی میرن یعنی مستقیم هم همشون مستقیم نمیرن یکی میره بالا یکی میره پایین یکی چپ راست هر کدوم به یه سمتی میرن به همین میگن شکست هوا بعضیا بر میگردن اصلا به, ش... به این میگن شکست هوا خب اگه بخوایم همین موضوع رو توی ماشینای ایرانی مثال بزنیم با یه نگاه خیلی ساده میبینیم که از زمانی که هوا میاد وارد سیستم بشه تا میرسه به فیلتر و دریچه گاز یه سری شکست هوا هست که این شکست هوا ناشی از پله بودن سطح داخلی سیستم ورودی هوا پله پله پل بودن داخل اون لوله ها و داخل دریچه گاز و سرسیلند رو بره تا برسه به منبع آخری اگزوز همجور شکست هوا میخوره یا یه شیعی وجود داره توی راه که هوا مثلا با سرعتی میاد بهش میخوره و بر توی بعضی از موارد بر میگرده یا منحرف میشه به یه سمت دیگه از معایب شکست هوا توی موتورهای خودرو میشه به افزایش مصرف سوخت کم جان بودن موتور خودرو تو برخی از موارد بد کار کردن موتور اشاره کرد توی اون ویدیویی که در مورد نصب دریچه گاز شمکج و های 2000 روی منیفولد x 7 روی منیفولد فابریک x 7 صحبت کردم اومدم گفتم که اون دهنه اون پلاستیکی منیفولد باید کمی تراش بخوره تا دریچه گاز کامل بشینه روش و شکست هوا ایجاد نشه توی یه مسیر مستقیم ما اصلا شکست هوا نداریم اما بیشتر وقتا یه سری زاویه هایی هست توی موتور 90 درجه 60 درجه توی تمام موتورها وجود داره که بیشترین شکست هوا توی همون نقطه 90 درجه هست راه حلش همینه که اون شرکت های سازنده فرق نمی کنه. حتی اون کسی که هدرز می سازه کیت مکش می سازه, فیلتر هوا تولید می کنه، باید یه سری قوانین رو بیاد توی طراحی رایت کنه که این شکست هوا رخ نده توی ایران هدرس های خیلی زیادی وجود داره که اگه بخوام نام ببرم تا شرکت میشه خب ولی از این هفهشتا شرکت تیونرا و کسایی که تجربه دارن و ندارن روی دو تا مارک اومدن دست گذاشتن یکیشون خیلی پرفروشه و یکی بعید تو مقام دوم قرار داره بقیه هدرزا رو هیچ کس نمیخره به چه علت؟ به علت این که اون شرکت های ساخت هدرز اومدن این قوانین رو رعایت کردن برای همین چون توان خوبی از اون هدرز میگیرن با از اون موتور با این هدرز میگیرن یه توان خوب میگیرن به علت مهندسی بودن اون هدرز پرفروش شده برگردیم سر موضوعمون شکست هوا شکلای متفاوتی داره نوع اولش و بدترین مدل هوا به اون سطح پلکانی توی یکی از اون اجزای سیستم ورودی یا خروجی برخورد میکنه و کاملا بر میگرده مثل درچگاز شمکچ که بدون تراش روی منیفولد x 7 سوار بشه افت خیلی شدیدی میکنه حتی از فابریک هم بیشتر افت میکنه مورد بعدی این که به علت شکل اون سیستم ورودی هوا یا خروجی دود هوا یا دود صاف وارد اون سیستم نمیشه یه مقدار زاویه داره ولی زمانی که با دیواره یا با یکی از اون اجزای سیستم برخورد میکنه بسته به اون سرعتی که داره دوباره برمیگرده تو مسیر مستقیم و دوباره وارد مدار میشه یه افتریزی میده ولی میشه باز استفاده کرد زمانی شکست هوا نداریم که شما از یه سیستم مکش مستقیم یا مثلا 60 درجه 50 درجه 45 درجه سر خم منظور من منظور هست سر خم های لوله مثلا توی موتور تیو 5 جا نیسته مجبورن 90 درجه درست کنن ولی یه خم براش میذارن و مستقیم فیلتر رو میارن جلوی جلو پنجره یا مثلا از رمیر استفاده میکنن که حالا در مورد رمیرم هم بعدا من یک کلیپ درست میکنم ولی توی مسیرهای مستقیم اصلا شکست هوا ما نداریم به همین خاطر راندمان کسایی که ماشینشون رمیر داره شکست هوای خیلی کم دارن به این خاطر توان خوبی میگیرن اگر بخوام یه جنبندی داشته باشیم میبینیم که بهترین حالت استفاده از هدرز و کیت ها برای تقویت خودرو استفاده از مکش و هدرزایی است که سابقه درخشانی توی تولید و طراحی این لوازم دارن اگر یه زمانی برای هر موتوری خواستید کیت مکش و هدرز طراحی کنید یا خودتون بسازید به این نکات توجه کنید که اگر مسیر اون هدرز یا اون کیتمکش طولانی بشه هیچ عیبی نداره بلکه این زاویه ها رو بیاین کم کنید مثلا اگر 90 درجه هست مسیرش رو مثلا دو برابر کنین یک و نیم برابر کنین یا یک برابر یا نیم برابرش بکنین ولی اون زاویه 90 درجه رو تبدیل کنین به زاویه 70 درجه 80 درجه 60 درجه اگرم بتونید که توی طراحیتون یا توی اون چیزی که میخواین بسازین این زاویه ها رو بیاین حذف کنید خب خیلی بهتر جواب میده چون گفتم توی مسیر مستقیم ما هیچ شکست هوایی نداریم ممنون از این که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید لایک و سابسکرایب یادتون نره موفق و پیروز باشید